تونیم از آقای دکتر قربانی. آقای دکتر قربانی به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر، منتظر مصاحبه و جزئیات بیشتری از این خبر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی خانم امامی و بینندگان محترم شبکه خبر. ما در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستیم که بزرگوارانی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر قانعی. قرار هستش که همین خبری رو که شما فرمودید جزئیات بیشتری رو در مورد اون توضیح بفرمایید. جناب آقای دکتر قانعی در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم. خوشحالم که به عنوان رئیس کمیته علمی کرونا خبر یک تحقیق موفق رو که منجر شد به این که با ترکیبات دارویی که موجود بود در کشور و برای بیماری‌های دیگری استفاده می‌شد، با ترکیب چند دارو که برای زایعه ریه بیماری کرونا به کار گرفته شد، موفقیت درمانی خوبی حاصل شد و حاصل این موفقیت این شد که نسبت به درمانهای رایج و مرسوم تونست مدت بستری بیماران رو به 4 روز کاهش بده. اون چه که من خدمت شما عرض میکنم این که بیماری کرونا تا کنون برای خودش درمان نداره، بنابراین ما صحبت از یک درمان برای بیماری ویروس کرونا نمی کنیم، بلکه صحبت ما زایعه ریه هست که متعاقب بیماری کرونای که رخ داد در ریه ایجاد میشه، موجب افت اکسیژن میشه و منجر به بستری میشه و منجر به رفتن به آی سی یو و بعضی موارد منجر به مرگ میشه. خوشبختانه این زایعه ریه به سرعت در کشور شناسایی شد و از ترکیب 3 داروی آزیترومایسین، داروی پردنیزولون و داروی ناپروکسن به طور توأم استفاده شد، بدون اینکه در درمانی که وزارت بهداشت برای بیماران پیشنهاد کرده خللی حاصل بشه، بلکه به اون اضافه شد. بیماران در 2 گروه قرار داشتند، 1 گروه درمان را نگرفته بودند، 1 گروه از بیماران این ترکیب 3 دارویی را گرفته بودند. این تحقیق به مدت 1 هفته طول کشید، تمام مجوزهای اخلاقی را دریافت کرد و امروز صبح به استماع معاون محترم درمان وزیر که این مسئولیت رو به من داده بود و همینطور معاونت محترم آموزش و همینطور دبیر ستاد کرونا و نهایتاً به اطلاع وزیر محترم بهداشت درمان رسید و مقرر شد که من اعلام بکنم. خوشبختانه این به عنوان شروع یک برنامه درمانی مورد قبول واقع شد. تحقیق ما ادامه داره و بیماران به 100 افزایش خواهند یافت و نتایج به زودی در قالب مقاله بسیار منسجم در به هر حال منتشر خواهد شد که مورد استفاده محققین در سایر کشورها و درمانگرها هم قرار بگیره. اون چه که ما در این تحقیق بهش رسیدیم، شاخصهای التهاب رو دقیقاً بررسی کردیم، یک آزمایشی رو پزشکان تجویز میکنن برای اینکه بفهمن میزان التهاب و ورم ریه و بیماری ناشی از کرونا چقدر است، به اسم CRP. خوشبختانه نشون داد به طور واضحی با ترکیب این 3 دارو با هم دیگه مشخصاً CRP سریعا کاهش پیدا میکنه، ترخیص بیمار سریعتر رخ میده و مدت بستری بیمار به طور محسوسی کاهش پیدا میکنه. البته این شروع کار هست، ما بنا داریم که تحقیقات دیگری که در این زمینه انجام شده اطلاعاتش رو پس از تأیید توی ستاد اصلی کرونا و وزیر محترم بهداشت به اطلاع شما برسونیم. هرچند میدونم مصاحبه من یه جنبه علمی داره، ولیکن برای اطلاع کلیه درمانگران در سطح کشور
این به زودی در قالب یک برنامه اعلام خواهد شد و میتونن از این درمان هم استفاده بکنن و حق دارن که اونها هم روی این موضوع کار بکنن و نتایج خودشون رو منتشر بکنن. جناب دکتر، حجم نمونه‌ای که الان آزمایش کردی چند نفر بوده؟ 28 نفر در گروه درمان ما قرار داشتن و 31 نفر در گروه کنترل ما قرار داشتن. بنابراین ما یک جمعیت 60 نفره رو به هر حال تست کردیم که پزشک در انتخاب این جمعیت دخالتی نداشت. دو سرکور بوده یعنی؟ یعنی نه، یعنی از پذیرش بیمارستان یک سری از بیماران میرفتن تحت نظر یک پزشک و یک سری از بیماران میرفتن تحت نظر پزشک فوق ریه. یکی از پزشکان پروتکل رسمی رو رعایت میکرد و یکی از پزشکان این سه دارو رو اضافه کرد به پروتکل. اون چه که در بسیار در پایان حاصل شد این که در گروهی که این سه ترکیب رو استفاده میکردن 40% قبل از 4 روز ترخیص شدن، در حالی که در گروهی که استفاده نمی کردن 0%. سپاسگزارم. سرکار خانم امامی، بنده در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست، اگر خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی، خیلی متشکرم از توضیحات آقای دکتر قربانی. باز هم تاکید کردند که ترکیب داروی جدید ترکیب داروی مخصوص بیماری کرونا نیست، بلکه یک موفقیت برای درمان زایعه ریوی بیماری کرونا هست. متشکرم از اینکه بیننده شبکه خبر هستید.